یه داستان بهتون میگم، با این داستان دوستان استغفار کنید. حکم حرام بودن شراب نازل شده بود، بعضی هنوز از این عادت دست بر نداشته بودن، هنوز هم دست بر نداشتن. یه جوانی خمره شراب رو سرش بود داشت میبرد، یه دفعه از سر کوچه رسول خدا از اون ور پیدا شد. بنابراین نقلی که من دیدم، رسول خدا با یه لبخندی صدا زد، جوان داری کار میکنی برای روزی کسب و کار کاسبی، چی رو سرت داری؟ آقا این جوان زهره ترک شد از سر حیا ها. گفت خدا، پیغمبر سراغ من نیاد، دیگه قول میدم به برگشت رفید جوانه، گفت چیزه این اصل آقا امر نیست، من بایدونو مرخص بشم. آقا نه بیا، این دیگه مرد. گفت الان پیغمبر نگه توش چی ببینم. اومد جلو پیغمبر، آدم با حیا و خجالتی باشه دستشو میگیرن، همینقدر خجالت کشیدن بسته. حالا نمیدونم جوونه سرش چی اومد، اومد جلو پیغمبر یه بار دیگه برگشت گفت خدایا بیچاره میشم. رسول خدا فرمود خب در خمره عسلتو باز کن ببینم، این دیگه مرد، رنگش مثل گچ. من که اینجا ننوشته بود رنگش مثل گچ شده، ولی خب معلومه دیگه. گفت خدایا آبرومو نبر، غلط کردم، من غلط کردم، به خاطر گل روی پیغمبر گفت غلط کردم، نه به خاطر قبر باشه. اگه به خاطر قبر میگفت من رو پذیرفته بشه. یکی از این موقع مردن یه رفیقی که غلط کردم. خدا تو قرآن تو هم نه اون موقع قبول نیست. به خاطر احترام پیغمبر، رسول خدا در خمره رو باز کرد، جوان خودش زودتر از همه نگاه کرد، دید خمره پر عسله. رسول خدا فرمود بهبه چه عسلی، آفرین. خب کجا میبری؟ دیگه جوانه نمیشنید بقیه حرفای پیغمبر. غفران یعنی این، شراب تو عسل کرد. دوستان من بذارید خدا قدرت نمایی کنه، بذارید خدا هنرش رو نشون بده، بذارید خدا محبتش رو نشون بده به بنده‌هاش. بذارید خدا کرمش رو نشون بده. تو دعاها همین مضامین رو ائمه خدا علیهم السلام می‌فرمایند. عرضه می‌دارد خدایا خب من اون آدم خرابم که باید درستم کنی؟ دیگه خب بیا دیگه، من اومدم دیگه. مگه تو نگفتی که اگه گناه بنده گناهکار نداشتم بنده هایی می‌آفریدم که گناه کنن ببخشمشون؟ خب نه، من بیا نه، کدوم بدی رو می‌خوای که من ندارم؟ کدوم بدی؟ همه‌شو دارم، ببخش. بیا الان من یه نمونه یه کیس، بیا من نامرتر از من میخوای؟ بیوفاتر از من میخوای؟ بیتوجهتر از من میخوای؟ چی میخوای دیگه؟ برات آوردم بهترین مورد، الان منو ببخش. همه ملائکه برمیگردن میگن سبحان الله، خدای تو آخرشی، منو ببخش.